سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه سوم امرداد ایرانی برابر با 24 ژوئیه 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران بین سطور مقالات نوشتاری و البته نگاهی بر تازه های از ایران منطقه و جهان خب وقتی میگم تازه های از ایران منطقه و جهان عمدتا به تازه ترین خبرهایی اشاره دارم یا مد نظرم هست که در ساعات گذشته به وقوع پیوست در سطوح مختلف دنیا از بنگلادش تا آلمان گرفته تا بعضاً خود تهران که وقت انتشار آنها در مطبوعات نبوده مستقیم مایلم که نگاهی داشته باشم به تازه ترین برخورد پلیس آلمان با یک مرکز اسلامی که خب نامش بسیار دیرآوازه هست به نام مرکز اسلامی هامبورگ که تمام قد با یک مسجد فیروزی بر روی بخشی از انقلابیون سال 57 در اونجا شکل گرفتن اونجا اندیشه گستری کردن اونجا مهر و محبت دیدن و به هر روی زید محبت مستمر ملل مغربی مشخصا کشور آلمان اونجا زیست میکردن تا اینکه منجر به استقرار نظام آیت الله خمینی شدن برخورد بسیار سنگینی کرد و در به آن خانه‌ای که اساسا ویروس اسلام سیاسی میگستران رو تعطیل کردند کوتاه من اشاره کنم که چه گذشت فیلم های زیادی منتشر شده بود که از چگونگی ورود پلیس آلمان برای تعطیلی این مرکز اسلامی حکایت داشت وزارت کشور آلمان در بیانیه اعلام کرد که فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان های وابسته به با آن در سراسر آلمان ممنوع است دولت آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را به عنوان یک مرکز افراطی اسلامگرا شناخته که اهدافش بر ضد قانون اساسی این کشور است اشاره کنم آلمان از سال 2020 فعالیت گروه حزب الله لبنان را هم ممنوع کرده بود صدها مأمور پلیس آلمان در نوامبر 2023 بود که در سراسر سر این کشور به دهها مکان مزنون به ارتباط با حزب الله لبنان پیشتر یورش برده بودند در هر روی در پیشینه مرکز اسلامی هامبورگ همینقدر اشاره کنم تو تصاویر میبینید اطلاعی پیشینی یافتید که محمد بهشتی پیش از انقلاب مصوم به شکومند اسلامی سال 57 ریاست مرکز رو بر عهده داشت و محمد خاتمی در سالهای منتهی به انقلاب 57 نیز اونجا حضور داشت طرح مرکز اسلامی هامبورگ در اواخر دهه سال 1950 با هدف روشنگری درباره دین اسلام و به خصوص تشیع به جریان افتاد و ساختمان آن با کمک مالی شماری از بازرگانان ایرانیان مقیم آلمان و حمایت مرجعیت وقت شیعه در قوم در اوایل دهه 1960 تکمیل شد خب بحثم خیلی ادامه داره من وقت زیادی ندارم بخوام بپردازم پردازم نکته رو که بایستی تاکید کنم در سالهای اخیر برخی مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نهادها و مقامات ایالتی و فدرال خود آلمان هم عمل کرده اون رو به زن فعالیت های سیاسی سی نامطلوب بررسی میکردن اعلام میکردن به باور نهادهای امنیتی آلمان هم این مکان مستقیما دستاوردهای جمهوری اسلامی رو پیش می برد. این مرکز اما با رد اتهامها ها تاکید دارد که یک مؤسسه خیریه فرهنگی و مستقل است حالا مفهوم خیریه و مستقل جمهوری اسلامی رو هم که میدونیم در, در آلمان آلمان مشخصا لابلای خیارشور گفتم موشک میفرستد برای عملیات تروریستی حتما صادرات خیارشور بوده فقط خب نکته که من در این رابطه مشخص خیلی کوتاه میخوام با آن اشاره کنم و به دیگر بخشهای برنامه بپردازم همیشه این انتقاد از کشورهای غربی در سالهای اخیر مشخصا توسط جامعه ایرانی عمدتا جامعه ایرانی شاید کشورهای شهروندان کشورهای مسلمان دیگر کمترین میزان انتقاد میکردن و هر روی جامعه ایرانی یک جامعه است که تجربه زیسته داره چهل سال بیش از چهار دهه پنج سال داره میشه دیگه همیشه ایرانیان گلایه داشتن که چرا این میزان مماشات شود تحت عنوان دموکراسی غربی با مراکزی که عمدتا تفکر اسلام سی, سی رو پرورش میدن پناهنده هایی رو که قبول میکنن ایرانیانی که در سطوح بالای حاکمیت اسلامی بودند و در آماده و شدها و تجارتها با کشورهای غربی دست بالا دارن یک رنجش جمعی تو جامعه ایران وجود داشت که چه پیش آمد کشورهای غربی رو از لندن تا به هر روی و جاهای دیگر این میزان تحمل اسلامیست ها از چه منظر هست و همواره با دیده تردید و حیرت به ماجرا نگاه می کردن و ازا در تنهایی خودشون می اندیشیدن که خب این حتما دیگه از ذات دموکراسی مغربی است که دیگه اسلام سیاسی و خومنیست ها رو هم به نحوی زنها تحمل می کنن تا زمانی که مشکل پیش نیاد اما این برخورد رو که الان دیدن اینجاست که می توان به یک نتیجه تازه تر دست یافت اراده لازم رو کشورهای غربی صورت بدن قطعا می توانند مانع شکل گیری اسلام سیاسی مانع باز تولید هسته های ترور حکومت اسلامی از اتریش تا دیگر کشورها شوند اراده لازم رو در برخورد و مواجهه با مراکز موسوم به اسلامی شیعه گستر یا چیزهایی که از این باب هست همین چیزی که الان دیدیم اگر این مدل برخورد قاطعانه صورت بگیره چه بسا شاهد اندیشه خمینیست ها و داعشی ها در بغداد هم نمی بودیم و این هست که اراده این چونین رو در برخورد با مراکز اسلام سیاسی مردم ایران و مردم دموکراسی خواه کشورهای منطقه خابر میانه. انتظار داشتم از این منظر می دیدم در شهر شبکه ها موجی از سرور و شعف و خوشنودی پیش آمده بود در بین کاربران و افکار عمومی ایرانی مشخصن که ای کاش پیشتر و زودتر و قاطعانه تر از اینها هم بایستی آلمان و حتی دیگر کشورها برخورد کنند با مراکزی که تحت عنوان حالا قم زنی، قیم خوری، گرایی، اسلام سیاسی هرچه که هست که از بطن آن و از جنین آن بهشتی و محمد خاتمی و خمینی نهایتا بیرون خواهد جهید خیلی دیگه خوباشون محمد خاتمی است دیگه از دل همون مرکز اسلامی هامبورگ ها اینها رویدن اینها به مسابقه حسه های تدریجی فتح و اسلام سیاسی عمل میکنن چه اینایی که از این مراکز و مساجد سربر میارن چه جماعتی دیگری که تحت عنوان اخوان المسلمین در مرکز و میادین تایمز از نیویورک تا لندن نماز عید فطر و قربان و ده ها مدل نیایش های مذهبی رو در خیابان و در ملای عام انجام میدهند کنه کن و بنه تفکر اینها نوی اعلام نبرد با ملل مغربی است که نهایتا روزی روزگار ما خواهیم آمد و شما را فتح خواهیم کرد و بر شما چیره خواهیم شد این در بطن اندیشه یه. تفکر اسلامی است و این برخورد پلیس الان پلیس امروز پلیس آلمان برخوردی است که انتظار اردوگاه دموکراسی خواهان در عالم هست خب خبرها و نظرها رو دنبال می با دیگر مطالب منتخب تمامی روزنامه های چاپ تهران به تازه ترین اظهارات آقای پزشکیان در جمع تشکر از ستادهای مردمی رئیس جمهور ایران در سالن وزارت کشور پرداخته بودند روزنامه همیهن می هم رو میبینیم در انتظار کابینه ملی که به تازه ترین اظهارات آقای پزشکیان بر ضرورت تشکیل یک کابینه مبتنی بر وفاق ملی تاکید داشته من اشاره میکنم منظور پزشکیان اساسا بر کابینه وفاق ملی چه است خود پزشکیان هم خیلی مبنی بر فراجناهی حرف نمیزنند انگار گرفتار آمده از در یک دائره ای از عبارات واگرای قومی حالا یک لباس عربی هم پوشیده و گفته که مثلا خیلی همه با گستی همسان باشیم و بحث های قومیتی رو در ذهن داره گویی یا از یارگیری سیاسی این بخش رو بیشتر بهش اجازه دادن در حالی که این بخش گسلهای خطرناکی داره و من بارها و به دفعات رو این موضوع اشاره کردم حالا برگردم به خود روزنامه همیهن تو سرمقالهش یه مطالبی رو منتشر کرد که خب تمامی روزنامه های چاپ تهران به اون پرداخته بودن وجود تنش و جدال در بطن جریان های اصولگی است. میبینیم آقایان غلامعلی حداد عادل را آورده به عنوان سخنگوی اطلاف اصولگرایان و آقای محمد رضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید مجلس دهم ده اما در بخش از اظهارات آقای حداد عادل نکاتی بود که قابل توجه بوده عنوان رو می‌بینیم آزمون جریان اصولگرایی حسب گزارش و سرمقاله این روزنامه تمام سیاسی حداد عادل به عنوان از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی ضمن استقبال از دعوت پزشکیان درباره پیشنهاد افرادی به عنوان وزیر به دو نکته مهم اشاره کرد و گفته که رهبری همه رو به پشتیبانی از رئیس جمهور منتخب دعوت میکنند اما ادعی حتی در داخل جریان اصولگرایی به جان هم میافتند این مهم است که پزشکیان از جریان اصولی را درخواست کرده که برای وزارتخانه های مختلف پیشنهاد بدهند البته خب این میزان از پزشکیان یک چهره فرا را ساختن و اصلاح طلب ترسیم کردن خودش اینم یک آدرس غلط دادن هست خب پزشکیان که اولا در ترکیب کابینه در 4 5 تا وزیر که اصلا نقشی نداره یعنی بدون رهبری نمیتونه کاری بکنه وزیر دفاع باشه وزیر کشور باشه وزیر اطلاعات باشه وزیر خارجه باشه وزیر فرهنگ و ارشاد باشه پنج تا وزیر اینجا اصلا سهمش حق و سهم مال بیته چون کاری نیست دو چون اصلا اصلاح طلب به معنای تادزاده کلمه نیست که اینقدر با واژه اصلاح طلب سعی در توصیف ایشان دارید چون خودش اصلا گفته من اومدم تغییری نباد صورت بگیره میخوام بگم که این میزان تاکید کردن بر آقای پزشکم از ایشان یک چهره رفرمیست و تحول خواه و دیگر پذیر ترسیم کردن خود این اسونی یه غلط دادن به گمان این جانب به هر روی اما چیزی که در بطن این اظهارات آقای حداد حد عادل بوده خیلی قابل تعمل میاد در روزهای دیگه هم تکرار میشه من اشاره میکنم عبارتی است که میگه ادهی در داخل جریان اصولگیرایی به جان هم میفتن علا رقم این که رهبری نظام مثلا تأکید داره که همه بایست از آقای پزشکیان حمایت کنن خب اینجا همون خطی است که من گفتم جلوه جلیلیه هست قوقای قالیبافیون و جلیلیونه چیزی که خود خامنی پیش بینی میکرد و اجازه مهندسی انتخابات رو به طرز حرفه‌ای داد که از دل این همه یاران موسوم به اصولگرا خشم و خروشند خوی که میدونست تیفه و تبار جلیلیون فرقه جبهه پایداری ها و رادیکالیست های رسائی ها زاکانی ها و قالیبافی ها میدونست از دل این میزان خشم و خصومت و خشونت بوی وفاق و یارگیری برای بقای بیت نمیاد مشخصا مسیر جایگزینی سوم هم داره دیگه از این منظر بود که به این شخصیت به اصطلاح خودشون چون نظام به طور کلی با همه رگباری که و آواری که بر سر اصلاح طلبان میکنه معتقده که اینا نجیبن طبقه نجبا هستن چه محمد خاتمی که عین عبارت رو خامنه ای پیشتر براش به کار برد چه دیگرانی که به هر روی این همه سرخورده میشن تو سرشون میزنن دوباره میان نظام نوازی میکنن این نظام نوازی از منظر نظام نشینان به مساوی نجابت تلقی میشه این نجابت کلاسیک رو جریان جبهه پایداری و زاکانی ها و اینها نداره اونها بیشتر بخش اوباشن و حتی محمود احمدی نژاد و خامنه این رو خوب میدونه خامنه اینها رو در مقاطع زمانی مختلف استفاده های ابزاری میکرد خیلی هم بهای به حد اکثری نمیداد حد اکثر در حد نماینده مجلس مثل کریم قدوسی و مسائل از این دست اینها رو عمدتا به مسابه یک ابزار موازن ساز علیه جریان رقیب رقیب در سطح هاشمی رفسنجانی و روحانی در اون سطح استفاده میکرد سعی میکرد از زبان اینها ادبیات اشرافی رو به کار بگیره از زبان اینها تهدید استخر فرح رو بر اونها یادآوری کنه که ببینید به جنبید استخر فرح در خدمتتونه این دائره تهدید تا حسن خمینی هم میرسید که تو هم حواست باشه خیلی هم نشینی و هم دوشی با سران فتره میکنی به هر روی ابزار هست در این بخش در بدنه جبهه پایداری و رادیکالیست ها ابزار هست اینها رو به مسابقه یک ابزار برای حفظ موازنه قوا استفاده میکن ولی میدونست که اینها به وقتش چنگ بر چهره خود بیت و ساکنان کوی بیت و خود آقای خامنی خواهند انداخت و این بود که مهندسی عظیم انتخابات رو صورت داد و اینجاست که الان خامنی اینجا رو میخوند چیزی که آقای حداد حد میگه جمعی از اصول ها پیشه کردن خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب تک مطلبی رو میبینم شما رو میبینید آشتی فلسطینی با نسخه چینی حالا ماجرا چه بوده جریان های داخل خود فلسطین همینجور که شما میدون مثل فتح حماس اینا درگیری های سالیان با خودشون دارن دیگه همون جنس دعوا دعواهای مذهبی قدرتیه چیزی که تو بین برخ از های شیعه هست منتظری خانه میشد می شد حالا اینجا در وجه اهل تسننش فت خب به تعبیری صاحبان اصلی متد حکمرانی برآمد از انتخابات و مسائل از این دست بودن جهان روشون اجماع کرده بود هماسیها ها در یک انتخابات مدیریت شهری برنده شدند و بعد از آن اعمال زور کردند و خیلی هزینه ها بر ملت اون منطقه نوار باریکه قز تحمیل کردند خلاصه این تنش ها و درگیری هاشون همیشه آسیب بود به جان ساکنان منطقه فلسطین از این منظر گویی با ورود خود کشور چین یک کشور غیر مسلمان کمونیست خیلی جالبه نه جمهوری اسلامی نه ترکیه نه عربستان اینا نتونستن سرشون هم بیارن و دعواشون رو ب... فرو بنشونن نهایتا چین حالا چرا چون بحث ابزار مادی هم توش مطرح هست علی حالم خلاص این که خیلی جشن گرفته بودن خوشنود بودن که این دعواهاشون به انتها میرسه حالا بایستی منتظر باشیم تا چند هفته دیگر خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و رقم میذارم به دیگر مطالب منتخب میراث شهید رئیسی راه هموار دولت جدید در اقتصاد عنوان روزنامه ایران هست روزنامه ایران روزنامه بود که خب مال خود دولت رئیسیه یعنی هموزم بچه های خبرگزاری ایرنا و ایران به لحاظ تقسیمات قدرت بعد از استقرار هر دولتی این اکاستهنده برنامه های اون دولته این روزنامه با برجسته کردن حضور گاه و بیگاه آقای رئیسی در بین کارگران و اینها بخشی از اون تعنه و نیش کیهانی ها پرداخته بود در طول هفته اگر به یاد داشته باشید حسین شرید مداری و کیهان مد... پیش دستی کردن گفتن که دولت رئیسی چنین و چنان کرد قله آفرید اصلا جهان رو در نوریدید تورم رو به صفر رسوند اصلا درختان در خیابان تهران رقص آواز بندری میخوانند و مسئله از این دست رو نباید ادبیات نگفته ولی یک فضایی رو ترسیم کرده که انگار دیگه مثل سوئیس شدیم یک زمانی سوئیس چند سال پیش یک انتخاباتی برگزار کرده بود که اونقدر با درآمد ارزی و درآمد ملی و سرانه ملی خوبی برخوردار بود گفت که ما 2000 دو دلار همینجوری من میخوام به شهروندان بدم انتخابات برگزار کرد که اگه مردم دوست دارن این 2000 دو دلار پول رو در ماه رایگان بگیرن که مردم فهیم سوئیس رد کردن گفتن خیر پول مفت و اقتصاد صدقه ای خوردن رو زیبنده خود نمیدونیم دوست داریم کار کنیم چیزی که الان کیهان داره میگه برای دولت کارنامه دولت رئیسی یک چنین حالتی بوده یعنی اصلا همه جا گل شده و گفته اسب زین شده این عبارت رو به کار برد که خبر دارید من تو خبرها اجرا کردم اسب زین شده تقدیم آقای پزشکیان کرده این و طرفداران آقای پزشکیان هم خشم آمدن و شاخصهایی رو ارائه کردن که گفتن شما دارید دستاورد سازی میکنید آمار مجعول ارائه میکنید اسب زین شده به چشم شماست و دارید تزئین میکنید و به جامعه تحمیل میکنید این دعوا اعلامه داره امروز روزنامه ایران تریبون دولت مدعی شد که شاخصهای اقتصادی تعبیر اصل زین شده برای شرایط تحویل دولت رو تایید می کند. یعنی چیزی که کیهان به کار برد درست بوده دیگه رقابت های جناهی است خبرها و نظرها رو دنبال می کنم به دیگر مطالب منتخب سردرگمی رئیس جمهور منتخب نخستین خروجی شورای راهبری بسیاری از روزنامه های مثل کیهان، مثل جوان، مثل وطن امروز، حتی فرهیختگان همه اینها به نحوی از آنها برجسته کرده بودند و آقای پزشکیان رو بر صد صفه نشانده بودند مدعی شده بودند که آقای پزشکیان گلایه داره از سهم خواهی ها خواست یه جوری که مثلا جریان های نزدیک به خودش گلایه اما بخش از اظهارات آقای پزشکیان رو بشنویم آره این هم ازش صحبت کردیم چه گفت خیلی کلام ساده ای داشت که من یه آدم عادی هستم منو خیلی بزرگ نکنید این حرفا که همیشگی میزنه طرح برنامه که تو کلامش اصلا صفره من چیزی نمیبینم مثلا اصلا اشراف داشته باشه بر یک عبارت اقتصادی مشخص خیر خب قدم اولی که ما یک کابینه ای که وفاق ملی توشه انتخاب کنیم خب گوش های از اظهارات آقای پزشکیان رو میشنیدیم که در سالن وزارت کشور در تقدیری از ستادهای مردمی برگزار کرده بود اساسا اظهارات آقای پزشکیان در وجه مختلف باستاب داشت تمامی روز ما چاپ تهران با اون پرداخته بودن اما یه مطلبی هم بوده که دچار خانش در واقع به گمان ایشون خانش اشتباه شده سعی کرد تصریح کنه جایی که پزشکان درباره اظهارات بحث برانگیز اخیر خود که گفته بود رأی دهندگان در انتخابات اخیر مشت محکمی بر دهان تحریم کنندگان انتخابات زدن یه توضیحاتی هم داد و گفت که شاعبه ایجاد شد رئیس جمهور ایران در دیدار با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات گفت که به هیچ وجه منظور بنده افرادی که در انتخابات حضور پیدا نکردن نبود و از این اظهارات بنده اشتباه برداشت شد آنهایی هم که پای صندوق های رأی نیامدند مردم ما هستند منظور بنده افرادی بود که نمیخواستند مردم در انتخابات حضور پیدا کنند آنها نمیخواستند حتی ده درصد هم در انتخابات شرکت کنند و پنجاه درصد مردم حضور پیدا کنند اتفاقا آقای پزشکیان من میگم خیلی واقعا دیگه براش وزنی قائل نیستم اما یه جاهای یک شیاد داره دیگه اینجا از اون تیپ خب ایشون باید بدونی که اگر واقعا مردم تا... که رأی ندادن هم مردم هستند و قابل احترام کسانی که دعوت به تحریم هم کردن بایستی نبایستی بگی مشت محکم بر دهانشون خورده بایستی قابل احترام باشن و مردمی که رأی ندادن تبعیت کردن از یک تئوری که اون با ایرانیان دیگر تولید کردن یا تقویت کردن تئوری تحریم یعنی یک رابطه لازم و ملزوم همه, همه. نمیتوان مردم رو شما جدا کنی از سرامدان و نخبگانشون اگر آقای تاجزاده نامی رأی نداد نمیشه ایشون رو تفکیک کرد جدا دانست و بگیم که مشت محکم تو دهنش خورده ولی بگیم مردم خب مردمه نه این از این, دو، این دوگان سازی ها نوعی دوگان سازی های برامده از تفکر شیعه فقه سیاسی اسلامی است که اتفاقا آقای پزشکان با همه ظاهر ساده آذری مسلکی که از خودش نشون میده خیلی هم در این رند بازیها ها کم نداره قدم اولی که ما یک کابینه ای که وفاق ملی توشه انتخاب کنیم یعنی باید کاری بکنیم که اون وفاقی که از حرف می زدیم اون شعاری که می دادیم می گفتیم مملکت با یه گروه با یه دسته با یه جنا اداره نمیشه خودمون پایبند باشیم نکنه یه گروه بشیم نکنه یه جناح بشیم نکنه یه دسته بشیم و نتونیم این کار بکنیم در نتیجه باید بتونیم یک کابینه ای رو شکل بدیم که خوبان و اونایی که به اصطلاح معرفی میشن از جناهای مختلف تجربه دارن علم دارن کارشناسیان و صادقن و راستگو انتخاب کنیم و یک کابینه ای تشکیل بدیم که با هم به طرف اون سیاست هایی که مقام معظم رهبری تعریف کرده حرکت کنیم حالا وارد این جزئیات نمیشم چون الان خیلی گرفتاریم با همه هم گفتیم کمک بکنن همراهی بکنن شاخص بدن آدمایی که هستن به اصطلاح اون رزومه خودشون رو بدن تا ببینیم چیکار میکنیم ولی آنچه که به هر اتفاقی بیفته هر کسی بخواد دولت بشه و یا استاندار بشه یا فرماندار یا مدیر کل یک اصل رو با همه اینا توافق خواهیم کرد و اگر خلاف این باشه قبول نخواهیم کرد اون رضایت مشتری است رضایت مردمه یعنی ما اگر در یه اداره ای من وقتم عملا به انتها رسیده خیلی مطلب بنده خواستم بیان کنم که شور وقت داره نمیرسم مشخصا در رابطه با محکومیت وزیر جهاد کشاورزی که خیلی از روزنامه ها با آن پرداخته بودن البته من واسه این بخش رو دیگه فردا نشون بدم روزنامه آرمان حتی به اشتباه عکس آقای ستایشی رو آورده بود مثل که یادشون رفته که سخنگوی قوه قضایی خیلی وقت تغییر کرده و چقدر میگم بعضا در برخی از حوزه ها جامعه ایران و سطوح مطبوعات حکومت عقب از رویدادها که دیگه یک روزنامه بایست پیشرو باشه در بهین سازی مطالب هنوز از آرشیو یک عکسی رو انتخاب کردن از آقای ستاگشی سخنگوی قبلی قوه قضایی همون رو گذاشت و مطلب چای دبش وزیر محکوم رو هم نوشته بود در حالی که گفتم سخنگوی قوه قضایی چندیست که تغییر کرده علایه حاله من بخشی از این مطالب رو بایستی برنامه فردا شب اشاره کنم مشخصا در رابطه با احزار در واقع وزیر جهاد و کشاورزی دولت رئیسی که یک رسوایی جدیدی برای دولت به تعبیر خودشون شهید خدمت و پاک دست و مسئله از این دست مطرح شده بود به دفعات و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسم تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدر.